محقق واکسین کرونا زمستان سال آینده شرایط عادی خواهد بود احتمال می روید که دو شرکت آلمانی و آمریکایی به طور مشترک نخستین واکسین کرونا را به بازار عرضه کنند به اعتقاد رئیس شرکت آلمانی باینتک در زمستان آینده شرایط عادی خواهد بود اوگور شاهین رئیس شرکت آلمانی باینتک در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی اظهار داشت اگر واکسین کرونا مشترک دو شرکت باینتک و فایزر به زودی روانه بازار شود امید به این است که زمستان سال 2021 میلادی یا چهار شرایط عادی بشود زیاد است به گفته او با تحولاتی که اخیرا در زمینه گسترش ویروس کرونا جدید سارس 2 صورت گرفته است امسال زمستان سختی خواهیم داشت او تاکید میکند که حتی اگر در سال جاری میلادی واکسن شرکت او به بازار عرضه شود تأثیری بر شمار مبتلایان تا چند ماه آینده نخواهد داشت با انتیک و فایزر در حال فراهم کردن شرایط برای ارائه 300 میلیون دوز واکسن تا اپریل سال آینده هستند تابستان امکان خوبی برای کاهش ابتلا پروفسور شاهین معتقد است که در طول تابستان شاهد موفقیت هایی در زمینه مقابله با سارس کو دو خواهیم بود و ویژه اینکه در فصل گرما شمار مبتلایان کاهش می با وجود اینکه برخی محققان آلمانی نسبت به موفقیت واکسن باینتک و فایزر تردید دارند کمیسیون اتحادیه اروپا با آنها بر سر بستن قرارداد کلان به توافق رسیده است قرار است کمیسیون در گام نخست 300 میلیون دوز آن را سفارش بدهد و گفته اورزالا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادی اروپا در حال حاضر این امیدوارکننده ترین واکسن است که برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تولید شده است. در سراسر سر آلمان صدها مرکز برای تزریق واکسن کرونا برپا می شود. پیش از پایان سال جاری میلادی در سراسر سر آلمان صدها مرکز برای تزریق واکسن کرونا برپا می شود. تا پس از رسیدن واکسین همه چیز برای استفاده به هنگام از آماده باشد. در تدارک تجهیزات این مراکز هنوز چند نکته ناروشن است. بنا به گزارش رسانه های جمعی به زودی و در ماه دسامبر آینده در سراسر آلمان صدها مرکز برای تزریق واکسن ویروس کرونا به میلیون ها نفر از شهروندان برپا می شود بنا به گزارش ها سالن های نمایشگاه های بزرگ دائمی برای این منظور در نظر گرفته شدند اما از چند و چون این امر هنوز گزارش روشنی منتشر نشده است تدارکات لوجستیکی برای آماده ساختن مراکز تزریق هنوز در هیچ یک از ایالت های 16 گانه نشده است درباره نحوه پخش واکسین نیز هنوز تصمیم روشنی گرفتن نشده و معلوم نیست کدام نهاد این امر را به عهده خواهد گرفت بنیاد پل آلریش پی که مسئولیت پیشگیری دارویی در آلمان را بر عهده دارد برای ارائه خدمات اعلام آمادگی کرده است این بنیاد قصد دارد کارکنان بیشتری استخدام کند و در همکاری تنگاتنگ با تولید کنندگان واکسین همه ای تدارکات را برای مرحله واکسن سیون فراهم سازد. مسئولان امور پزشکی در برابر وظیفه لوجستیکی سنگینی قرار گرفتند به گفته کارشناسان برای تزریق واکسن در دو مرحله به 57 درصد از جمعیت کره زمین به حدود 15 میلیارد بسته واکسن نیاز هست. حدود 52 درصد از داروی واکسن باید با هواپیما منتقل شود و بقیه آن را از راه خشکی تنها حجم بار هوایی واکسین حدود 65 هزار تن است یعنی معادل حدود 700 پرواز کامل از سری هواپیماهای بوینگ 747 به تازگی شرکت آمریکایی فایزر و بنیاد آلمانی بایونتک اعلام کردند که به مرحله تولید و عرضه واکسین کارآمد علیه ویروس کرونا به موفقیت دست یافتند و به زودی برای تولید انبوه آن نزد نهاد نظارت بر غذا و داروی ایالات متحده تقاضای مجوز خواهند کرونا در آلمان بیش از 300 هزار دانش آموز در قرنطینه شماره دانش آموزان مبتلا به کرونا در آلمان به شدت افزایش یافته است روزنامه آلمانی بیلد روز چهارشنبه نوشت همکنون بیش از 300 هزار دانش آموز آلمانی در قرنطینه به سر میبرند در پایان ماه سپتامبر این رقم 50 هزار نفر بود. روزنامه آلمانی بیلد روز چهارشنبه 21 اغرب از افزایش شدید شماره دانش آموزان مبتلا به کرونا در آلمان خبر داد این روزنامه به نقل از اتحادیه معلمان آلمان نوشت در حال حاضر بیش از 300 هزار دانش آموز در قرنطینه ناشی از ابتلا و ویروس کرونا به سر میبرند به نوشته بیلد در پایان ماه سپتامبر تعداد دانش آموزان آلوده به ویروس کرونا حدود 50 هزار نفر بود بنابر این گزارش همکنون دست کم 30 هزار معلم نیز در قرنطینه هستند هاینس پیتر دیگر رئیس اتحادیه معلمان آلمان به روزنامه بیلد گفته این وضعیت منجر به تعطیلی تدریجی مدارس در آلمان شده است به گفته او اکنون شرایط به گونه است که سیاست مداران کنار کشیده و مسئولان بهداشتی تصمیم گیرنده شدند به گفته این ماین دیگر استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در مدارس تا اطلاع سانوی الزامی است و این کار در عمل به معنای آن است که تعداد دانش آموزان حاضر در کلاس ها نصف و حضورشان نوبتی شده است و این وضعیت را بهتر از بستن کامل مدارس میداند رئیس اتحادیه معلمان آلمان سیاست مداران را متهم کرده که در مراقبت از مدارس در برابر بیماری کوید 19 و سختی شکل شکست خوردند با این حال او تاکید کرد مدارس به هر قیمت باید باز بماند همچنین کریستف پولس نماینده پارلمان آلمان از حزب حاکم دموکرات مسیحی از دولت محلی در ایالت خواست اقدامات احتیاطی بیشتری در مدارس به عمل آورند او به روزنامه بیلد گفت که تعطیلی مدارس به نگرانی خانواده ها منجر می شود و باید از این کار دوری جست به جای آن به گفته او کلاس های درس مدارس باید به سیستم تهویه و دیوارهای جداکننده پلیس مجهز کرد آنا کارلیچ وزیر آموزش آلمان نیز روز گذشته خواستار الزامی شدن استفاده از ماسک در کلاس های درس در سراسر سر این کشور حتی مدارس ابتدایی شد او این اقدام را در وضعیت کنونی پاندمی که شمار ابتلا بسیار بالاست منطقی دانست سه کشور اروپایی به دنبال راه های مشترک مقابله با افرادگرایی اسلامی پس از حملات مرگبار در فرانسه و اتریش سران این دو کشور همراه با آنگلا مرکل صدر آلمان با یکدیگر دیدار کردند در این دیدار روش های مشترک برای مقابله با افرادگرایی اسلامی در اروپا بررسی شد روز سهشنبه ده نوامبر 20 عقرب آنگلا مرکل صدر آلمان با سبستاسن کورتس همتای اتریشیاش و آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک ویدیو کنفرانس شرکت کردند تا درباره عملیات تروریستی اخیر در فرانسه و اتریش با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر کنند. در این کنفرانس ویدیویی اورزالا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل رئیس شورای اروپا نیز حضور داشت. شرکت کنندگان قرار بود درباره روشهای مشترک کشورهای اروپایی در مقابله با ترورهای اسلام گرایانه با یکدیگر تبادل نظر کنند. شفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه در برلین گفت گفته بود که موضوع اصلی در دیدار روز سهشنبه سران آلمان فرانسه و اتریش این بوده که پس از حملات وحشتناک اسلامگرایانه اخیر اروپا باید چگونه عمل کند به گفته زایبرت این حملات هجوم به ارزش های اروپایی بود ارزشهایی که باید از آنها دفاع کرد در پایان کنفرانس روز سهشنبه یک نشست مطبوعاتی نیز برگزار شد که هر پنج نفر در آن شرکت داشتند ب گزارش دفتر امانوئیل مکرون در پاریس پس از پایان این نشست رئیس جمهوری فرانسه به استقبال صدراعظم اتریش در کاخ آلیزه رفت تا گفتگوهای دوجانبه بین دو طرف انجام شود کشته شدن نه نفر در دو هفته نشست سران سه کشور اروپایی زیر سایه حملاتی برگزار شد که در هفته های اخیر در پاریس نیس و وین صورت گرفت پس از سربریدن یک معلم فرانسوی در پاریس توسط یک جوان افراطی اسلامگرا یک اسلامگرای دیگر در شهر جنوبی فرانسه نیز در کلیسای سه نفر را با چاقو کشت پس از آن نیز یک جوان 20 ساله اسلامگرا در وین چهار نفر را کشت و خودش نیز به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد گروه تروریستی داعش یا دولت اسلامی مسئولیت حمله وین وی را بر عهده گرفت پس از این حمله تحقیقات پلیس در چندین شهر اروپا آغاز شد و روز جمعه گذشته نیز در چند شهر آلمان خانه ها و مغازه های افراد مشکوک مورد بررسی قرار گرفت از آنجایی که فرد متهم به انجام عملیات شهر نیس از تونیس و از طریق ایتالیا به فرانسه آمده بوده است آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواستار تشدید قوانین کنترل مرزی در مرزهای اتحادیه اروپا و اصلاحات عمیق در قوانین مربوط به آزادی سفر در محدوده شنگن شده است. مسئول همپیوندی در دولت آلمان آنتا ویدمن ماوتس از حزب حاکم دموکرات مسیحی درباره چگونگی مقابله مشترک کشورهای اروپایی با افرادگرایی اسلامی با همکارانش در اتحادیه اروپا از طریق یک ویدیو کنفرانس غیررسمی رسمی تبادل نظر کرده است. خانم ویدمن گفته است ترور اسلامگرایانه دشمن مشترک ماست. دشمن ارزش‌های اروپایی که باید از آنها دفاع کنیم. و گفته او واکنش‌ها به ترورهای دهشتناک هفته‌های اخیر نشان دادند که اکثری مسئولیت مردم در اتحادیه اروپا موافق این ارزش ها هستند مسئول هم پیوندی در دولت آلمان ادامه داده است تروریسم اسلامگرایانه هیچ ربط به اکثر مسلمانانی که با سل در اروپا زندگی می کنند ندارد ودمن ادامه داده است کسی که به نفرت و افراط گرایی بله بگوید و در کنار قاتلان بیستد جایی در اجتماع ما ندارد افراط گرایی و تروریسم در زمین اروپا چیزی برای جستن ندارد